آره، خب در واقع خب موضوع عنوان بحث من هست آثار سرمایه‌داری، تأسیس منطقی تاریخی سرمایه‌داری نزد مارکس، که البته خب تو عنوان اصلیش به میانجی یا از طریق شلینگ، فردریش شلینگ، فیلسوف آلمانی هم بود که حالا تو اون عنوانی که منتشر شده بود نبود این عنوان، ولی خب اون در واقع آثار سرمایه داری هم یه جور اشاره داره به اون کار بزرگ شلینگ، آثار جهان. یعنی حالا بحث در واقع روشن کنم که مربوط به یه جور دوره بندی سرمایه داری و اینها نیست، بیشتر اتفاقا همون بس این تأسیس سرمایه داری، مومنت و وهله تأسیسیش هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ منطقی. خب بحث قاعدتا گره میخوره قبل از هر چیزی به بحث همین انباشت اولیه، یه جور همین وهله شکلگیری سرمایه داری رو میانجی اون نظریه پردازی و فرموله شده. و خب من شروع میکنم بحث رو با همین در واقع موضوع و اینکه اصولا اصلا این بحث انباشت اولیه چجوری پیش اومد، اصلا ضرورت بحثش کجاست. خب میدونید سرمایه داری یک نظام مثلا کالا تولید میکنه، ثروت تولید میکنه به میانجی کار یا در اختیار به میانجی استثمار نیروی کار، اما خب بزرگترین محصولش خود همین سرمایه است. این شرایط لازم برای بازتولید سرمایه است و خب برای تولید سرمایه هم احتیاج به سرمایه است، برای اینکه بتونید سرمایه هم باش کنید باید قبل سرمایه داشته باشید و یه جوری سرمایه به طور نظاممند وجود خودش رو پیشفرض میگیره. خود مارکس تاکید میکنه تو گراندریسه که توی یک سرمایه داری توسعه یافته پیشفرض های این پیشفرض های تحقق سرمایه در هیئت در قالب نتایج و پیامدهای تحقق سرمایه ظاهر میشن. خلاصه و این علت وجودی و اثر یه چیزه در این نظام، اونم خود سرمایه است. و خب این یه حالت دورانی خودمرجع و یه جور خودبنیاد به سرمایه میده، انگار که اصلا سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی برای تحقق خودش به چیزی بیرون خودش غیر خودش لازم نداره. این رابطه اجتماعی خب البته کارم توش هست، نیروی کارم توش هست، مقید به هیچ پدیده خارجی نیست، به اصطلاح اوتوپوئتیکه، یه جور ابسولوته، ابسولوت ابسولوتوس ریشه لاتین ابسولوت، یعنی همین بدون قید و بنده، یعنی رها از هر چیز بیرونیه. و خب پرسشی که پیش میاد که این در این فرایند دورانی بازتولید سرمایه خودمرجع و اینکه همیشه از قبل تحقق یافته، این نقطه شروع تاریخی و منطقی کجاست؟ و خب پاسخ اقتصاد کلاسیک هم پیشفرض یه انباشت پیشینی اولیه است، یه انباشت قبلی باید وجود داشته باشه که نتیجه تولید سرمایه داری نباشه، بلکه یه جور نقطه شروعش باشه. در واقع اون تمایزی که به طور سیستماتیک در فرایند بازتولید گسترده سرمایه در کار، این تمایز بین نیروی کار بدون ابزار تولید و ثروت انبار شده، باید خب بدبن به یه توی فرایندی این به وجود بیاد. خب سرمایه داری، شیوه تولید سرمایه داری مستلزم وجود همین ثروت در میان یک گروهی یا سرمایه داران، طرف هم یک جمعیتی که ابزار تولید رو نداره و آماده فروش نیروی کار خودشه. حالا دو تا عنصر، اول عنصر سازنده رابطه اجتماعی سرمایه داران هستن، خب یک میانجی هم لازمه بین این دوتا که این دوتا با هم بتونن تبادل بکنن، خرید و فروش نیروی کار اتفاق بیفته. و خب این جدایی بین این شرایط عینی و شرایط ذهنی تولیدم خب میدونید که یک
فرایند تاریخی طولانی حاصل میشه و مارکس هم یک بخشی از همین کتاب سرمایه رو اختصاص میده به این موضوع، تحلیل به اصطلاح انباشت اولیه سرمایه داری، که خب توی اون فصل در اون بخش اون پیشفرض های شکلگیری تولید سرمایه داری تو انگلستان خیلی مفصل توضیح میده، مراحل مختلفش که حالا شامل سلب مالکیت از دهقانان هست، این حصار کشی زمین های اشتراکی است، تصویب قوانین علیه کسایی که از زمین کنده شدن ولی خب حالا گدا و گرد شدن، شامل کشف طلا و نقره و اینا در آمریکاست، تسخیر و غارت سرزمین های دیگه به طور کلی، و خب به بردگی کشیدن جمعیت بومی در آفریقا. خب البته مارکس هم اشاره میکنه که این فرایند بسته به کشور این رنگ و بوی متفاوتی میگیره، فازای مختلفی با ترتیبهای مختلفی رو طی میکنه، ولی خب همه جا هر جایی که در واقع با این فرایند سر و کار داریم، این فرایند از طریق همین تسخیر و بندگی و جنایت و غارت و خشونت و اینا انجام میده. و البته خود مارکس هم جاهای مختلف میگه تو نامش، مثلا به میخایلوفسکی، نیکولا میخایلوفسکی مثلا می نویسه که من فقط همین بیشتر همین شکل گیری و این روند رو تو اروپای غربی گفتم که چجوری از دل این روند سرمایه داری، حالا از بطن نظام اقتصادی فئودالی به وجود میاد و خب حالا جای دیگه میتونه یه ذره تفاوتهایی داشته باشه. تو شروع بحث خب یه نکته بدیهی و خوبه که روش تاکید کنیم، اینه که خود این دوره به اصطلاح هم باشته اولیه تو شمای دوره بندی و مرحله بندی ماتریالیسم تاریخی، حالا تو اون ورسیون کلاسیکش که گذر از یک دوران به یک دوران دیگه به شکل خطی، اینا خودش جاش مشخص نیست، یعنی حالت بینابینی داره، نه اکیدن یه وضعیتی است درون سرمایه داری و نه یک وضعیتی در دوران پیشا سرمایه داری. و خب درسته که یک فرایند خیلی طولانی چند قرنه و یک تاریخ طولانی است و محتوای مفصل تاریخی داره، اما یه جور فاقد یک ویژگی جوهری متعین مشخصه که بشه بر مبنای اون گفت مثلا این یک دوره خاصی از تاریخ سرمایه داری، چون جوهر و ماهیت منطقیش همین چیزی نیست جز همین که دوتا دوران، دوتا نظام حالا ناهمگونه خشونت روی هم افتادن یا هم پوشانی هایی دارند، و این دوران خب هم شامل یک لحظه هایی وهله هایی از انحلال شیوه تولید قبلی حالا فئودالیسم مثلا در اروپای غربی، و هم شامل یک لحظاتی از همین تشکیل شیوه تولید جدیده، و خب البته انحلال یکی یعنی در واقع فرماسیون شیوه تولید پیشینی و تکامل ضروری ساختارش ضرورتا به لحاظ مفهومی برابر با ساختار اون چیزی که میاد نیست، یعنی یه جور در واقع ضرورتی در کار نبوده که من از فئودالیسم مثلا از اون ساختار بیایم تو ساختار سرمایه داری، و بیشتر به قول اتیان والیبار یعنی در سطح ساختاری اینا رو این گذر رو در واقع بررسی کرد، باید روی عناصر و سطح عناصری که این ساختارها رو میسازند تحلیل کرد، چون خیلی از این عناصر این کارگر مثلا به اصطلاح آزاد یا خود انباشت ثروت و احتکار و اینا خب تو شیوه های تولید پیشا سرمایه داری هم بودن، در وضعیت فئودالی هم از قبل وجود داشتن، و حالا تو یک فرایندی که حالا در مثلا خانش مثلا آلتوسر که خانش هترودوکسیه بیشتر با یه جور تصادفی در واقع اصلا این شیوه تولید جدید شکل میگیره تا یک ضرورت تاریخی و اینها. به حال نکته مهم اینه که این فرایند رو باید هم به عنوان فرایند تاریخی و هم منطقی به رسمیت شناخت، دیگه هم بحث گذار تاریخیه و هم بحث این شکلی و تحقق شرایط منطقیه دیگه. شما اگر اون اول اون متن مهم اشکال ما قبل تولید سرمایه دارند گروند ریس هم نگاه کنید،
یه جوری این تمایز خیلی روشن توش اومده. یه بازی مفهومی هست که هم اونجا مارکس از پیشورزای کار مزدی حرف میزنه که خب ماهیت منطقی قضیه رو در واقع یه جوری نشانه میره، هم از شرایط تاریخی سرمایه و برحال پای هر دوتا وسط، از یک طرف این برحال تاریخ شکلگیری سرمایه داری رو این تحلیل هم باشه اولی باستاب میده، از طرف دیگه هم پیشفرت های منطقی تحقق سرمایه داری رو، و یعنی این دوگانه منطقی تاریخی خب با یک دوگانه دیگه گفتم در ارتباط قرار میگیره، این دوگانه پری کپیتالیست و پروتو کپیتالیست. یعنی تو هم باشه اولیه ما هم پیشا سرمایه داری، وضعیت یه جور هم پیشا سرمایه داری وجود داره، هم یه جور وضعیت سرمایداری اولیه، و حالا این دوگانگی ها خب دو تا افق رو برای پیش برد بس پیش روی آدم میگذاره. یک افق خب همین تاکید بر همین تاریخ، یه جور افق تاریخی تاکید بر همین خشونت های فرا اقتصادی دولتی استعماری بر ساخت سرمایداری اولیه، که خب کسایی که بود سیاسی تأسیس سرمایه داری تاکید دارن خب بیشتر تو این افق فکر میکنن و مینویسن، و حالا بعضی هم حتی میگن خود مارکس هم اندازه کافی این تاریخ خشونت رو روایت نکرد و خیلی بیشتر بود این خشونت رو. خب میدونید که میگن که این خشونت تاریخی هم تا امروز وجود داره. خب خطرم در این شکل بحث اینه، در نهایت یه جور تاریخی گریه دیگه، یعنی اینکه انقدر در واقع محتواهای تاریخی گم بشیم که این منطق، این خود منطق بنیادین سرمایه داریم، انتزاع واقعی که اصلا به جور شناسنامه این شیوه تولیده رو دیگه تو حاشیه قرار میگیره، اصلا دیگه جایی برای این بحث در مورد انتزاع و سلطه طبقاتی و تضاد طبقاتی نمیمونه، انقدر این در واقع اون خشونت های دولتی و فرا اقتصادی زیاده، صفحات تاریخ و ورق بزنیم که خب میتونیم کلا واقعا بذارید در حاشیه و اصلا ازش روش عبور کنیم. خب افق دیگه یه بحث اینه که خب برعکس، یعنی روی این بچه منطقیه ساخت سرمایه داری تاکید کنیم، این سرمایه داری بر اساس این انتزاع واقعی که هست و سلطه غیر شخصی که ایجاد سرمایه ایجاد میکنه خب ساخته میشه، مبناش اینه. خب در این صورت این بحثای مربوط به خشونت هم باشد اولیه دیگه این بیشتر میشه این چیزهای پیشا سرمایه داری دیگه، اون که حالا سرمایه داری اولی و اینا رو میره تو حاشیه، یعنی میذاری تو پرانتز، کسایی که در واقع تو این افق فکر میکنن و بیشتر اینو به عنوان جور آستانه پیشا سرمایه داری این فرایندهای انباشت اولیه رو میبینن، و خب خطر تو این بحث هم یه جور فرمالیسمه که دیگه باش آشنام هستید بعضا در این تفسیرهای مبتنی بر نظریه ارزش و اینها که ایران هم البته خوشبختانه الان هست و خیلی دوستان در واقع زحمت میکشن و اون بحث رو اووردن و خیلی سیستماتیک و خوبه. خب دیگه تشه که خب اونو برید اون خط رو دیگه، یعنی این مسائلی مثل مثلا دولت، استثمار، این فرآیندهای قهری سلب مالکیت دیگه کاملا میتونه یه چیز حاشیه‌ای قرار بگیره، و خب یه شما تو در دل اون نمیدونم موضوع همه ارزش و شکل ارزش و فرمالیسم کل اون تحلیل و اینا میاره گم میشید و دیگه اونا چه چیزهای ثانویه، و خب روشنه که در واقع حالا یه جوری باید این دوتا افق با هم ادغام بشن و هم انتزاع واقعی به عنوان این یگانه بنیاد منطقی سرمایه داری رو هم لحاظ کرد، و هم این اشکال متکثر و متنوع و چندگانه خشونتی حالا در همین در ذیل همین مفهوم هم باشد اولیه بررسی میشن، هم این رو هر دوتا رو باید در واقع در مومنت در این نقطه و وهله تأسیسی سرمایه داری در نظر گرفت، و بدون اینکه در دام یک جور دوالیسم هم افتاد که حالا همین هست اون هست، و یعنی تونستن یک کل مفهومی روشنی نه درست نکرد دیگه. یعنی خب مشکل به هر حال اون کار آسونی نیست، هم شما هم سلطه خاموش غیر شخصی سرمایه رو در نظر بگیرید، هم نقش برسازنده این سلطه و
و ستم بیناشخصی، استعماری، نژادی، جنسی رو. و خب اینکه این کار دشواری است، خب در حدی هم برمیگرد و همین ماهیت همین سرمایه داری که هم در ذات خودش یه جوری مطلقه، هم تاریخی، هم توتال، از همون اول که میاد هم متخلخل، سوراخ داره، بیرون داره، همه جا رو گرفته، ولی یه چیزهای خارجش داره وسط به این خارج، چیزهایی که خارجش هستن لازم داره برای بازتولید خودش. یه چیز واحدی است ولی میبینید که اشکال متکثر انضمامی متفاوتی داره دیگه، و خب این دوتایی ها یه مقدار کار رو سخت میکنه در اینکه چجوری رجوع کل مفهومی منسجمی درست کرد و تحلیل کرد، حالا هم بنیاد تاریخی منطقی سرمایه‌داری و هم خود وجودش و هستیش رو دیگه، که میدونید خب یه جور کار حتی از یه جهاتی سخت‌ترشون. این هستی سرمایه‌داری، این واقعیتش یه جور همیشه واقعیت رازآلوده، شبهگونه، فانتاسموگوری که دیگه یه جور یه حالت افسون زده ای داره یا حالت سحرآمیزی داره، اصولا بر مبنای یه جور هستی شناسی وارونه است. و خب اینم برمیگرد به همون انتزاع واقعی که جور امضای هستی شناختی سرمایه داری است. و خب اصلا این انتزاع، این جدایی از مبانی مادی و تاریخی که اصلا خب خصلت اصلی در واقع همین سرمایه داری است و فضای ابهام و رازا بردانه که ایجاد میکنه در خود کالا میشه دید و همینجور در سطوح مختلف، این خب باعث شده خیلی ها سرمایه داری رو با دین مقایسه کنند دیگه. آشنا هستید با این مقاله معروف والتر بنیامین، سرمایه داری به مثابه دین؟ خب خیلی ها در اون افق نوشتن، مثلا آگامبن فیلسوف ایتالیایی مثلا می نویسه که اینجور تفسیر در واقع همون مقاله بنیامینه و می نویسه که سرمایه‌داری یه ویژگی که ویژگی انحصاری خداست به ارث میبره، این رو سکولاریزه میکنه، به اوج میرسونه، و اون چیه؟ و اون قدرت آنارشیک سرمایه‌داریه. سرمایه‌داری شاید آنارشیک ترین قدرتیه که تا به حال به لحاظ تاریخی وجود داشته، به این معنا که بدون آرخه از آنارشی که دیگه، نه بدون آرخه، بدون بنیاد به نظر میرسه که از در واقع نه آغازی داره نه پایانی داره، اصلا روز اول وقتی میاد انگار همیشه بوده و تا همیشه خواهد بود، و به قول آگامبن همین پیدایشش، ظهورش مثل پیدایش مسیح هم ابدیه، هم یه جوری تاریخیه و یه جور تو این منطقه زمانمندیش مبتنی بر همین یک گسستی است بین بنیاد تاریخی مثل مسیح، بنیاد تاریخی وجود تاریخ چیز داره، یک جور همین ریشه تاریخی داره به هر حال، و یک وجود فرازمانی همیشه هست دیگه، همین چی میگن ترانسیستوری که یه جور همین اعصاب اینها هست و اینا. و خب حالا این شکاف هم یه جور مبنای همین نقد مارکس، خود مارکس به اقتصاد کلاسیک، اقتصاد سیاسی کلاسیک تو اون بحثش در مورد انباشت اولیه، و میدونید که حالا هر جور که در واقع اون فصل مارکس در مورد انباشت اولیه در سرمایه تفسیر کنیم، بول یه جور نقد به اقتصاد سیاسی کلاسیک آدام اسمیت سازمان پیدا میکنه دیگه در واقع اون بحث. و خود اصلا این ترم، این واژه انباشت اولی هم که خب از آدام اسمیت میاد که اون میگه previous accumulation، و مارکس اینو با آلمانی ترجمه میکنه و تو ترجمه از آلمانیش به انگلیسیش خب میشه این previous میشه primitive، و البته فقط هم مثلا ترجمه نیست، مفهوم پردازی جدیدی است و در واقع جوهر این مفهوم پردازی قبل از هر چیزی یه جور اسطوره زداییه دیگه. مارکس میگه که توی اون در واقع همین اقتصاد سیاسی نقش انباشت اولیه مثل گناه نخستینه در همین الهیات مسیحی که رو آدم سیب رو میخوره و گناه اون یه جوری دامنگیر همه بشریت میشه و یه جور این در ژنتیک تاریخی اصلا بشر وارد میشه. و مارکس هم میگه که خود اقتصاد سیاسی هم
خواستگاه سرمایه‌داری با همچین افسانه پردازی میخواد توضیح بده. این افسانه اینه که یک گروه نخبه مثلا پرتلاش باهوش مثلا صرفه جویی وجود داشتن، انباش کردن اون طرف هم یه انبوهی از آدمای رذیل تنبل و اینها، و بر اساس این افسانه یه جوری خب این بحث مثلا انباشت پیشینی و آدم اسمیت مثلا میخواد حل کنه. و خب پرسش اینه که برای این که افسانه است که شکی نیست، اما این افسانه است کجا میاد و حالا یک توضیحش در واقع این توضیحی که بالیبار در واقع در مورد این نوشتی که میگه که اونجا در واقع با یک جور فرافکنی عطف به ما سبق نظام سرمایه داری داریم دیگه، یعنی تمام این استدلال اسمیت در مورد آدم اسمیت در مورد انباشت پیشینی سرمایه که از طریق صرفه جویی به شکل اولیه اون شکل گرفته و اینها استواره بر اینکه شما یک جور اون چیزی که امروز هست پویایی های امروز رو یک جور فرافکنی کنید به همین گذشته و یه جوری به قول بالیبار این اقتصاد سیاسی کلاسیک در خاطره رو جای تاریخ جا میزنه دیگه، یعنی خاطره یک وضعیتی که همگن و همجنس با پویای اکنون یه جوری با زمان حال گذشته رو توضیح میده، حال رو یه جوری فرافکنی میکنه به گذشته جای اون، یعنی چیزی که الان هست رو یه جوری بر اساس اون میخواد و بر اساس اون منطق اون مسئله رو حل کنه، که خب در مقابل اینم کار مارکس قبل از هر چیزی یه جور ابهام زدایی و اسطوره زدایی از همین اسطوره و افسانه است و از این طریق به قول نانسی فریزر یه راز کثیف دومی رو مارکس کشف میکنه. راز کثیف اول که خب میدونیم بخش عمده کتاب سرمایه بهش اختصاص دارین، اونم اینه که انباش از طریق استثمار به دست میاد. راز دوم اینه که این انباش به لحاظ کار کردی یه جوری در هم تنیده است با یه جور مکانیسم های فرا اقتصادی سلب مالکیت قهری دیگه. مارکس توی سرمایه میگه که یعنی بهشت این حوزه گردش و مبادله رو ترک کنیم، وارد سرای پنهان تولید بشیم تا بتونیم نهایتا این موضوع استخراج ارزش اضافی و استثمار رو درک کنیم، بفهمیم که این مبادله هم ارزها دگمه با مقدس بازار نه فقط این دروغه، بلکه یه بخشی از زمان کارگران همیشه بدون دستمزد باقی میمونه. ولی خب فریزر میگه پشت این سرای پنهان یک چیز دیگه هم پنهان شده، این پشت این اجبار و یه جور به کارگر به اصطلاح آزاد این خشونت والایش یافته تسعید شده ای که در این کار مزدی هست، پشتش یه خشونت آشکار و دزدی آشکاره و این حرکت به اون چه در پشت اون سرای پنهان شده به تعبیر در واقع نانسی فریزر یه جور حرکت به سمت تاریخ هم هست دیگه، اسطوره اسطوره حرکت به سمت تاریخ. خب البته اینی که شما هر جا دو قدم به سمت تاریخ قدم برمیدارید یک گام هم باید بیایید عقب تا یه جوری همین حرکت اندیشه و حرکت واقعیت و هم همگام بشن دیگه. یه جور روشنتر بخوام بگم این که این حرکت از همین اسطوره، حالا اینجا اسطوره یه جور انباشت پیشینی اونجوری که آدام اسمیت میگه به تاریخ، نباید منجر بشه که ما از این خصلت آنارشیک خود رازورزانه خود سرمایه غافل بشیم. این سرمایه داری این ویژگی رو داره که اون چیزی که به ساحت ایدولوژی تعلق داره اون چیزی که به ساحت واقعیت مربوط میشه اینا با هم همپوشانی داره، اینا در هم میپیچن دیگه، یعنی بین واقعیت و ایدولوژی مرز روشنی نیست، اینا یک چیزن در هم گره خوردن. درسته که
به قول مثلا والیبار اقتصاد سیاسی تاریخ و با حافظه اشتباه میگیره، اما پرسش در واقع اینه که آیا این در واقع اشتباه گرفتن تاریخ با حافظه نهایتا ویژگی هستی شناسی خود سرمایه نیست؟ خود سرمایه داری در واقع یه حالت همین قاچاق مدام اسطوره به جای تاریخ رو داره، و این اسطوره افسانه یه جامعه نیست خیلی ساده این پدران اقتصاد سیاسی بر تن سرمایه داری پوشونده باشن، در دی ان ای سرمایه داری است دیگه. سرمایه داری خیلی سیستماتیک ریشه هاش رد پاهای مادی و تاریخیش رو پنهان میکنه دیگه، این توهم فتیشیستی درست میکنه، یه جور شکل قدرت همین انتزاعی دیگه، کنده شده بیگانه نیز از همین سلطه اجتماعی، و هر جا هم میره خودش رو به عنوان یه چیزی که همواره از قبل اونجا بوده تحمیل میکنه، یه جور زمان تاریخی رو مدام همین دستکاری و خونسا میکنه و یه جور گرداب حال ابدی همیشگی درست میکنه، هم گذشته هم آینده رو در اون گرداب میکشه، و درسته که یه جور اولین سازمان اجتماعی واقعا تاریخیه، اما از همون اول امر این سازماندهی اجتماعی حول سرمایه خودش رو به عنوان یه جور پایان تاریخ تونسته جا بزنه، یعنی این احساس اینکه یه جور پایان یه جور وضعیت نهایی سازماندهی بشری هست و یه جور وضعیت طبیعی اصلا سازماندهی هست رو خیلی راحت میتونه ایجاد میکنه، یه جور در متابولیسم اجتماعیش هست، اینکه بین تاریخ و خاطره، بین اون افق انتظار و تجربه، بین اون چیزی که همین در حال شدن زودگذر در حال تغییره و اینها، و اون چیزی که ابدیه، همیشه یه حالت ابهامی بین اینها ایجاد میکنه دیگه، اینا رو وارد یک عدم تمایزی میکنه، و خب در برابر این هم مطابق همون الگوی مارکس در واقع یک مورخ ماتریالیسم تاریخی کارش اینه که شالوده ریشه و بنیاد اجتماعی تاریخی این واقعیت فانتاسموگوریک رو بیاره و این رو در واقع نشون بده، اما در این حال خب باید این رو هم در نظر گرفت، این در واقع با این حالت فانتاسموگوریک شبه ورزانه در ذات در دی ان ای در واقع سرمایه داری هست، و به قول خود مارکس اصلا این گناه نخستین همه جا در سرمایه داری در کار هست. خیلی ها در مورد این مثلا چیز پاولو ویرنو فیلسوف ایتالیایی میگه مارکس منتقد اقتصاد سیاسی است به دلیل این ابهام و رازورزی، که خب البته به قول اون یه جور ابهام و رازورزی معصومانه هم نیست، هست مارکس سرزنش میکنه آدام اسمیت رو به خاطر اینکه یه جور جا میزنه همین رابطه یه تولید سرمایه داری که یه جور نتیجه تاریخی است به عنوان نقطه آغاز، یعنی اینکه همون حالت دورانی که گفتم این درسته بر حال این سرزنشی که مارکس میکنه به قول ویرنو، ولی خب این هم باید اضافه کرد که این در واقع این نتیجه تاریخی این رابطه یه سرمایه دارانه یه ویژگی منحصر به فردی داره، و اون اینه که نقطه شروع تاریخ و پیشفرزهای بنیادی اون رو میتونه به نفع خودش بسیج کنه، و به حال کل این بحث از این بابت نشون میده که ما احتیاج به دو تا دیدگاه مکمل هم داریم، یه توضیح ماتریالیستی میخوایم که فرایند تاریخی شکلگیری سرمایهداری رو در چنگانگی هاش در اشکال مختلفش ردیابی کنه، نشون بده، همون کاری که خود مارکس در مورد مثلا انگلستان میکنه، در کنار اون هم خب یک رویکرد دیگه هم هست که همواره توضیح بده که چجوری سرمایهداری به شکل عطف به ما سبق خودش رو
بنیانگذاری میکنه، همیشه در واقع حال رو پروژکت میکنه به گذشته و یه جوری این دوتا بنیاد سرمایهداری رو باید روش در فرایند تأسیس سرمایهداری تأکید کرد. ما در تأسیس سرمایه تمایز دوگانه ای در این وهله تأسیسی سرمایه داریم دیگه. تمایز اول این تمایز بین جمعیت محروم از ابزار کار، کارگران آینده و خب سرمایه دارانه. اینا با تمایز باید پیدا کنن و خب به هم دیگه برخورد کنن و حالا اون نظام رو تشکیل بدن. در وهله دوم یه تمایز دیگه ای هم در سازوکار سرمایه داری وجود داره، اونم اون چیزی و اونم اینه که تمام اون چیزهایی که درون ماندگار در این باز تولید صرفا اقتصادی خود مرجع و خودقاین سرمایه داری نیست رو باید یه جوری متمایز کنه و این کاریه که میکنه در واقع، و اینها رو یه جوری پس بزنه دیگه. این رو در واقع به نظر من میشه با با همین نظریات شلینگ توضیح داد دیگه. اینجاست که ارجاب شلینگ کار میاد و در واقع در عنوان هم بود در این پرسش که بالاخره چه رابطه ای بین بنیاد سرمایه داری و وجود اون وجود داره و این بحث دوتا بنیاده در واقع سرمایه داری. شلینگ در قرن 19 هم در مورد یک سوال مشابهی در مورد خدا که چه رابطه بین بنیاد و وجود اون وجود داره، میگه که بنیاد خدا یک چیزی است در خدا که خودش نیست. در واقع این فرمول شلینگی است برای توضیح جور امر مطلق تاریخی و من فکر کنم میتونه یه الگویی باشه که باهاش همین وهله تأسیس در واقع سرمایه داری رو فرموله کرد. حالا این انتخاب شلینگ هم اصلا انتخاب تصادفی نیست، به جای این چارچوب هگلی رایج در واقع در فهم توسعه و تحول سرمایه داری دیگه. خیلی ها نوشتن که شلینگ جور حلقه پیوند گم شده است بین ایدالیسم آلمانی و ماتریالیسم تاریخی. کسایی مثل مانفرد فرانک، مثل هابرماس، ژیژک، حتی اینا به هر حال خیلی تاکید داشتن روی همین نقش شلینگ به عنوان مثلا فرانک میگه نقد شلینگ از هگل یه جور آغاز اصلا دیالکتیک مارسی. هابرماس هم که اصلا تز دکتراش در مورد شلینگ بود و یک مقاله مشهوری داره در مورد گذر از ایدالیسم دیالکتیک به ماتریالیسم تاریخی، که اونجا خیلی روی این شباهت های مارکس و شلینگ تاکید داره. البته خود مارکس خیلی نظر خوشی نسبت به شلینگ نداشت و در نامش به فوئرباخ میگه که این شلینگ متأخر یه جوری فلسفهش زیر شاخه سیاست پروسیه، یه جوری دولتیه. و البته ما اینجا با شلینگ متأخر خیلی سر و کار نداریم، با شلینگ میانی و این پروژه آثار جهانش سر کار داریم که موضوعش در واقع همین وجود مطلق آزادین و یه جور تاریخی کردن امر مطلقه، که خب کاری هم که اینجا یعنی استفاده که میشه ازش کرد اینم نیست که حالا یه شباهت ساختاری رو خیلی روشن جستجو کرد، یه جور تبارشناسی بین دوتا نظام فکری یا جور مثلا سنتزی درست کنیم بین شلینگ و مارکس و اینا. نه، فقط میشه در واقع یه جوری استفاده تمثیلی کرده از پروژه شلینگ در مورد خاستگاه امر مطلق. و اصولا اصلا هر پروژه‌ای که با این مسئله خاستگاه، هر بحث فلسفی که در واقع با بحث خاستگاه ریجین یه جوری سر و کار داره، نمیتونه اصلا شلینگ رو نادیده بگیره. و خب تفاوت شلینگ هم با هگل مهمه دیگه، تو چارچوب هگلی یه جور پیشفرض یک امر مطلقی در آغاز، یعنی قبل از اینکه فرایندی طی بشه خب ممکن نیست، هیچ چیزی نمیتونه مطلق بشه مگر در پایان و در یک فرایندی دیگه، فرایند دیالکتیکی. و ولی خب در برداشت شلینگ همه چی از اول
همونجا هست و برخلاف همین رویکرد هگلی این ویژگی هم داره که در واقع مطلق از یه لحظه قبل از آغاز زمان آغاز میشه دیگه. این پاسکال دیوید مترجم فرانسوی اعصار جهان، همین پروژه شلینگ، میگه که در چارچوب این اثر شلینگ آغاز زمان یه آغازی درون زمان نیست دیگه، یه جور کشف ماتریالیستی شلینگ هم تو همین جاست، این که آغاز واقعی در آغازی است، یه چیزی وجود داره قبل از آغاز، اما چی؟ خب در همین جهان شلنگی یک حرکت چرخشی در واقع بی پایانی، یک بی تفاوتی مطلقی، یک کثرتی که در یک دور باطلی از انقباض و انبساط گیر افتاده و خب احتیاج به یک عملی است که این دور باطل شکسته بشه، یه چیز دیگه ای آغاز بشه دیگه، یه جور رابطه زمان و هستی تو شلینگ یه مقدار فرق میکنه با اون برداشتی که ما ازش برداشتی که امروز چی میگن قالبه از رابطه زمان و هستی دیگه در کانت و هایدگر و اینا، زمان مقدمه بر هر عمل و هر وجودیه دیگه، زمان مقدمه بر تمام احتمالات معقول و اینها، ولی خب تو شلینگ برعکس، این چیزی که اول هست یک کلیتیه، همه چیز توش هست، در واقع جور آزادی محض، یه اراده که البته هیچ چیزی نمیخواد، یعنی حالت متناقضی داره که خب اون رو بهش میگه یه جور بنیاد اصلی شلینگ، یه جور میشه حالا تو فارسی گفت آغاز و سرآغاز، یه جور هستی اولیه یا سرآغازینی وجود داره، یک وجود مطلقی که دائم در حال انبساط و انقباض دیگه، کل دیگه همه چی توش هست، هم انبساط هست هم انقباض هست و تکانه های کور و حرکت های بیمعنا در این جهت یا آن جهت، و هم مثلا در حال فراگسترش، هم در همزمان در حال چی میگن در خود فرو بسته است، بین اینا در نوسان دیگه، و خب مطلق یعنی همه چی توش هست، هر دوتاش هست، اما در این حال مطلق یا خدا نمیتونه فرو بسته یا منقبض باشه دیگه، بنا به تعریف باید همین بست پیدا کنه، انبساط پیدا کنه، گشوده بشه به دیگری، و تمام پروژه شلینگ هم همینه، چجوری این مطلقی که همه چیش توش هست به اون چیزی که باید بدل میشه، یعنی به چونه این خدا به حرکت در میاد، گشوده میشه از اون بیتفاوتی، یه محض، یه جور زمان زاده میشه، حالا سه تا نسخه مختلف شلینگ می نویسه، هر کدوم هم فرق میکنن، ولی خب طور کلی یک گسستی، یک سیسیونی، یک دسیسیونی، یه جور در واقع گسست یا یک تصمیمی اتفاق میفته، این دایره باطل بین همین انقباض انبساط رو میشکنه و بر اساس این تصمیم یه جور بنیاد و وجود خدا و یه جور گذشته و حال زمان از هم جدا میشه دیگه، و این گسست در واقع این هست که این امر مطلق، اون چیزی که درش هست اما خودش نیست رو از خودش طرد میکنه دیگه، یعنی در اینجا مثلا اگه انقباض درش هست و اما انقباض یک چیزی از همین حقیقتش نیست، اون رو طرد میکنه برای اینکه تبدیل به چیزی بشه که حقیقتا هست، و یعنی حالا در اینجا تبدیل به یک موجود گشوده، به یک موجودیت گشوده به دیگری و همین در حال گسترش بشه دیگه، دانش حالا در این در واقع حرکت ما دو تا آغاز داریم دیگه، سرآغاز اولیه و که خب درش در واقع همه حالات و اینها هست، و بعد هم اون فرایند شکاف و یک آغاز دیگری و این تبدیل شدن این هستی مطلق به اون چیزی که واقعا باید بشه در حال سیرورت و شدن و
درش و اینها دیگه. و این جدا شدن یه جور جدا شدن، گسست، از این شکاف گسست بین وجود و بنیاد در واقع این امر مطلق هست و چیزی که و در واقع همین چیزی که باید باشه، یعنی گشودگی و اینها، خب میشه همین حال در واقع همین خدا یا امر مطلق و اون چیزی که در اون وضعیت سرآغازین هست اما به خودش تعلق نداره، یه دفعه میشه گذشته در واقع اون، و این گذشته و حال با هم ساخته میشن، یعنی در واقع وجود و بنیاد و گذشته و حال با هم ساخته میشن، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست، هر دوتاشون یه جوری فعال و جاری و پویا میمونند. اون بنیاد یه چیزی نیست اول باشه بعد از بین بره، این میمونه و اینجور کار بنیانگذاری رو انجام میده و در این حال همین یه جور گذشته هم قرار میگیره، چون یه جوری نمیتونه بخشی از همون حال در واقع اون موجود مطلق باشه. نمیدونم چقدر روشن بود، شاید بعدا بتونیم صحبت کنیم یه ذره شفافتر و روشن در بشه. ولی خب اگه تناقضی یک تناظری برقرار کنیم با شکلی سرمایه داری، خب این انباشت اولیه و باز تولید گسترده سرمایه داری یه جوری میشه بین بنیاد و وجود سرمایه داری گرفت، و اینها هم نه دو مرحله در یک ترتیب زمانی و نه یک جور رابطه علی معلولی هستن، بلکه همزمان هر دو این بنیاد و وجود، اون باز تولید گسترده و اون انباشت اولیه، هر دو هستند و واجد اهمیت و درجه یکسانی هستند. و خب بر اساس در واقع این الگو، مثل جهان در واقع شلینگ، سرمایه‌داری هم خب دو تا بنیاد داره، دو جور تمایز گذاری. قبلا گفتم تکرار میکنم، اون تمایز اولیه بین جمعیت محرومی که هیچی نداره جز نیروی کارش و صاحبان صفر، جدایی اولیه ای که در واقع سرمایه‌داری بر اساس اون تعریف میشه، و اگه به زبان شلنگی بگیم، یک تمایز دیگه ای هم ضرورت داره برای اینکه، یک گسست دیگه ای هم ضرورت داره برای اینکه سرمایه‌داری تبدیل بشه به چیزی که هست، یعنی به یک درون ماندگاری مطلق خودمرجعی، و این مستلزم این طرد یا یه جور سرکوب یا پنهان ساختن یا یه جور تبعید به گذشته اون بنیاد تاریک و خونباری که یادآور یه جور خاستگاه فرومایه شکلگیریش و البته همین شکنندگی پیروزیش دیگه، یعنی این یه جور گسستن کنده شدن مضاعفی رخ میده و سرمایه داری به وجود میاد دیگه، هم از وضعیت پیشا سرمایه داری و هرج و مرج ناشی از همین شیوه هرج و مرج ناشی از انحلال شیوه تولید قبلی در واقع میکنه. و خب گفتم همه عناصری که در سرمایه داری رو ساختن، عناصر برسازندش بودن قبل از اون، در همین فئودالیسم رو به انحلال هم وجود داشتن، انتزاع پول وجود داشت، احتکار و انباشت ثروت وجود داشت، جمعیت محروم از ابزار تولید هم وجود داشت، ولی به قول آلتوسه اینا در یه حالت شناوری بودن، در یک بیتفاوتی نسبت به هم، بدون اینکه به هم برخورد داشته باشن، بدون اینکه جهت تاریخی داشته باشن، و خب یه جوری شبیه همون وضعیت سرآغازینی هست. و خب گذار از این هم بزن مثلا آلتوسر مستلزم یک تصادف و مواجهه و ترکیب این عناصر هم، خب یک گسست دومی هم لازمه و اون هم گذر از این تصادفی بودن این سرمایه داری اولی است. این سرمایه خب حالت تصادفی داره دیگه، این عناصر تصادفی حالا در خانش آلتوسر به هم برخورد میکنن و سرمایه داری رو میسازن، خب از این هم باید سرمایه داری از این حالت تصادفی بودنش هم گذر کنه. و خب این مستلزم این که اون چیزی که بدوی و اولیه است، مشخصا خود همین فرایند انباشت اولیه، ساربندی، مرزکشی، استعماری و اینها، همچون به عنوان یه چیز باستانی، یه چیزی مربوط به گذشته
بازنمایی بشه و یه چیزی که انگار ربطی به همین پویایی های بروز و چی میگن سرمایه در حالت همین ناب خودش نداره دیگه، چیزی مربوط به گذشتهش. و خب به درصورت که دیدیم هم درسش میگم که این گذشته و حال اینا مطلقاً با هم معاصرن دیگه. ولی خب این حالت گسست مضاعف رخ میده دیگه، مثلا تو هم بحث انباشت اولیه ما دو جور، یه جور ناهمسانسازی مضاعف داریم دیگه. مثلا اونجایی که ماجرا رفت پیدا میکنه به برخورد حالا اروپای غربی در حال انباشت اولیه و مثلا آفریقا، خب یک فرایند اقتصادی خشونتباری داریم که خب باعث همین به اصطلاح عقب ماندگی آفریقا میشه، جوری آفریقا رو به عقب میرانه، ناهمزمان میکنه اینها. ولی علاوه بر این خود این فرایند سیاسی اقتصادی که این شکاف زمانی و بین آفریقا و اروپا ایجاد میکنه، خودش به عنوان یه چیز غیر موثری، به عنوان یه چیزی ناهمزمان با فرایندهای اقتصادی سیاسی پویایی های سرمایه داری در شکل خالصش نشون میشه، یه چیز اولیه که مربوط به دیروزه و خب میدونیم که مربوط به دیروز نیست، ولی سرمایه داری در این حالت رازورزانه خودش و در واقع این منطقه خودمرجع خودش اینا رو یه جوری در ساعت بازنمایی تبعید میکنه به یک جور گذشته ای. ولی خب اینا به روز اصلا به قول مثلا سمیر امین، هر جا که جهان مرکز و جهان پیرامین برخورد میکنین فرایند به اصطلاح انباشت اولیه تکرار میشه و خیلی هم نوشتن اصولا در مورد این دائمی بودن، تکراری، پیوسته بودن انباشت اولیه، اینکه نباید اینو مربوط به دوره‌ای در طلوع سرمایه داری محدود دونست. خود سمیر امین نوشته در مورد مکزیک، مثلا روژه بارترا مثلا تاکید کرده، اون گروه مجله میدنایت نوتس دهه 90 که خب شامل کسایی بود مثلا فدریچی، ورنر بونفلد، دیانجلیس، اینا همه نوشتن که در واقع این فرایند مدام در حال تکرار میشه. خود بحث هاروی در مورد انباشت به مدد سلب مالکیت هم خب تو همین راستاست. و خب ریشه بحث هم میدونید که برمیگرده به روزا لوکسانبورگ که تصاحب سایر شیوه های تولید و سلب مالکیت از جمعیت های جدید توسط دستگاه همین سرمایه داری ابزاریه برای غلبه بر بحران با سولید سرمایه داری. خب لوکسانبورگ معتقد بود که این عدم امکان همین تحقق ارزش اضافی به دلیل مصرف ناکافی توده ها اینه که لازم برای حل این بحران لازمه که سرمایه‌داری مدام بازارهای جدید ایجاد کنه، بره به قلمروهای بیرون از خودش و مواد خام جدید ایجاد کنه. خلاصه سرمایه‌داری احتیاج داره همیشه به یه چیزی بیرونی، یه چیزی بیرون از خودش دیگه، یعنی به شیوه های تولید غیر از خودش، به استثناهایی برای منطق خودش. که حالا این بحث حالا مصرف ناکافی و اینا رو بذاریم کنار و موضوع همین عدم امکان تحقق ارزش اضافی و اینا، ولی خب این شیوه برخورد و پیوند جهان سرمایه داری و غیر سرمایه داری اونطوری که روزا لوکسانبورگ خب تصویر میکنه، خب هم الهام بخش همه این بحثایی بود که گفتم. اصولا اصلا یه جوری منطقه توسعه و توتال شدن سرمایه داری رو نشون میده، که اینکه سرمایه داری احتیاج به یه بیرونا، یه چیزهای بیرون از خودش داره که یه جور منبع لازم برای نوسازی و پویاییش باشن و بیرونم خب ضرورتا نباید همین به عنوان چیز جغرافیایی و مکانی درک کرد، میتونه روابط و منابع غیر کالایی باشه دیگه. فلانی میگه، کارپویانی، که همین کالاهای موهومی که در همین روابط سرمایه داری همین گنجانده میشه و اینها، و یک جور در حال اگه نگیم وابستگی در همامیختگی کارکردی
بین سرمایهداری و غیر سرمایهداری وجود داره. اصلا امروز اصلا خود سرمایهداری خودش اصلا بیرونهای خودش رو میسازه. اخیرا این کتابی نوشته ربکا کارسون، همین ایمنانت اکسترنالیتیز، یعنی مثلا این بیرون ها یه جوری درون ماندگار، همچجوری خود سرمایه داریم بیرون ها، اون حالا اشاره اون میشه به روابط بینا شخصی، سلطه نژادی جنسی و جنسیتی و این هاست که اصلا سرمایه داری به اون سلطه احتیاج داره که خودش رو بتونه باستولید کنه، برخلاف اون تصویری که در اون حالا نگاه فرمالیستی میبینیم. و خب اگر حالا بخوام به زبان همین شلنگی بگم، یه چیزی در باستولید سرمایهداری هست که خودش نیست و سرمایهداری هم مدام در حال پنهان کردن اون و فراکنی و فرافکنی و عنوان یه چیز اولیه بدوی پیشینی مربوط به گذشته است دیگه. و در واقع بخوام خلاصه کنم، یه جوری انگار سرمایه داری دو بار همین زاده میشه دیگه، یک بار همین عطف به پیش رو در این فرایندهای خونبار انباشت اولیه، و یک بار هم با همین پنهان کردن در واقع همین بنیانهای مادیش به حالا همین تبعیدشون به گذشته یا به شکل‌های مختلف، در واقع شکل عطف به ماسبق، و هر دو اینها هم به شکل پیوسته و دائم و نظاممند رخ میده و از این بابت هم به شکل مضاعفی سرمایهداری خشونتبار و خونبار، دیگه هم خشونت خاموش اقتصادی و حالا قیود خاموش اقتصادی ترمیز که همین مارکس به کار میبره برای همین استثمار کارگران اینها، و هم خشونت اوریان و بیواسطه حالا که غالبا هم بیمیانجی دولت رخ میده. یه جوری بخوام حالا بس رو همین تموم کنم، برگردم به در واقع اون اصطلاح همون سرای پنهان مارکس، یه جور 4 سطر رو میشه از هم تفکیک کرد برای این تحلیل خشونت برساز این وحله تأسیسی و برساخت همین سرمایه داری. خب بدون همون بهشت پرزرق و برق و گردش و مبادله است، این حرکت جنونآمیز و همین ظاهرا ابدی سرمایه خودمرجعی که جور همین کلیت اجتماعی از جا کنده، از خود بیگانه و اینهایی میسازه، یک جور حالت یک جور بداهت بدون بنیادی داره دیگه، یه چیزی انگار شناور حالت سحرآمیزی داره، عمقی نداره و خب یه جور از خود بیگانگی عمومی همین تولید میکنه. خب این سطح اول دیگه، در این سطح اون چیزی که جعلی، ساختگی، نمایشی است از خود واقعیت میتونه اثر بخشی بیشتری داشته باشه. در پس این خب اون همون سرای پنهان تولیده و از همین کار مازاد و زمان دزدیده شده از همین کارگران و سلطه خاموش سرمایه داری، و پشت این سرا به قول خب تیز و پشت این سرای پنهان خب خشونت اوریانه، سطح در واقع جور سوم، خشونت اوریان و قهری سلب مالکیت قهری استعماری و امپریالیستی و دولتی است. و یه سطح چهارمی هم هست و اون هم یه جور خاموشسازی، پنهانسازی، نامؤثرسازی این خشونت اوریان استعماری و امپریالیستی، یه جور در واقع بازنمایی اون همچون چیزی اولیه بدوی نامربوط به منطق سرمایه در شکل ناب و جهان شده و پیشرفته اون. و خب این 400 هر 4 تا در واقع در کارند و جهان سرمایه داری رو می سازن. من همینجا دیگه بحث رو تموم می کنم که دوست